دیدبان حقوق بشر از عربستان سعودی خواست که حکم زندان صادر شده برای 12 نفر از هواداران شیعه فوتبال در این کشور را لغو کند. ابتدا با هم گزارش همکارم را ببینیم. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که دادگاهی در عربستان در 27 مارس 2024 حکمی صادر کرده که طی آن 12 نفر از هواداران شیعه باشگاه ورزشی الصفا به دلیل شعارهای مسالمت‌آمیز در جریان مسابقه فوتبال در ژانویه به مدت 6 ماه تا 1 سال زندانی می شوند. این سازمان از مقام‌های سعودی خواست فوراً این حکم را لغو کنند، زیرا این حکم صرفاً در تقابل با ابراز احساسات مسالمت‌آمیز هواداران مشتاق باشگاه ورزشی الصفا صادر شده است. پلیس عربستان سعودی پس از انتشار نماهنگی در شبکه‌های اجتماعی که در آن هواداران باشگاه الصفا را در حال سر دادن شعارهایی در وصف امام علی علیه السلام و ابراز ارادت و عشق به آن حضرت نشان می‌داد، تعدادی از آنان را احضار و دستگیر کرد. دادگاه کیفری سعودی در دمام برای برخی از هواداران 1 سال حبس و جریمه نقدی به مبلغ 10,000 ریال سعودی معادل 2666 دلار و 1 سال حبس و 5,000 ریال جریمه نقدی معادل 1333 دلار صادر کرد. جوشیا، پژوهشگر عربستان سعودی در دیدبان حقوق بشر در این رابطه گفت: زندانی شدن هواداران یک تیم فوتبال در عربستان سعودی به دلیل شعار دادن در یک مسابقه به دلایل دیگری که عدم صلاحیت میزبانی جهانی این کشور را اثبات می کند اضافه می شود. که چرا فیفا از عربستان سعودی به عنوان تنها پیشنهاد دهنده میزبانی جام جهانی 2034 نام برده و این اتفاق نه تنها شرم‌آور بلکه بسیار خطرناک است. وی در ادامه افزود: هواداران فوتبال از کشورهای مختلف دنیا چگونه میتوانند در عربستان سعودی احساس امنیت کنند، در صورتی که به راحتی ممکن است فقط به این دلیل که شعارهای آنها مورد پسند دولت این کشور نیست به زندان محکوم شوند. گفتنی است در 24 ژانویه در جریان مسابقه فوتبال بین باشگاه‌های الصفا و البکیریه در استان شیعه نشین قطیف در شمال منطقه شرقی عربستان، گروهی از هواداران باشگاه الصفا همزمان با سال روز ولادت امام علی علیه السلام در حال سر دادن اشعار و شعارهای مسالمت‌آمیز در وصف امام علی علیه السلام و ابراز ارادت و عشق به آن حضرت کلیپ‌هایی را در فضای مجازی منتشر نمودند. در پی انتشار این تصاویر، وزارت ورزش عربستان سعودی هیئت مدیره باشگاه ورزشی الصفا را به دلیل شعارهای علوی هوادارانش منحل کرد. به گفته یک منبع آگاه، در روزهای پس از بازی پلیس قطیف حدود 200 هوادار این باشگاه را برای بازجویی احضار و بیشتر آنها را آزاد کرد، اما 12 نفر در زندان عمومی دمام بازداشت شدند. فعالان عرصه ورزش و حقوق بشر این گونه تصمیم‌های خودسرانه و ناعادلانه وزارت ورزش و جوانان و نیز سیستم قضایی عربستان را شتاب زده و بدون تدبیر و تعقل لازم و در راستای مقابله با شیعیان این کشور به بهانه‌های غیر موجهی همچون نقض قوانین و مقررات حاکم در این کشور ارزیابی نمودند. ارسلان اشرفی، روزنامه نگار ورزشی از تهران، همراه ما هستند. آقای اشرفی، سلام عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات برای همه بینندگان و دستندرکاران شبکه معظم امام حسین علیه السلام و عرض تسلیت خدمت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین شیعیان و پیروان ایشون به مناسبت سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خدمت شما هستم. ممنونم، بزرگوارین.
آقای اشرفی، با هم گزارش دادین اقدام سیستم قضایی عربستان پس از اقدام وزارت ورزش این کشور به بهانه شعار دادن طرفداران آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. خواهش میکنم، سعی میکنم خیلی کوتاه اشاره بکنم. در اساسنامه فدراسیون فوتبال جهانی فیفا بندهای مکرری وجود داره که هشدار داده نسبت به اینکه ارکان حکومتی و دولتی در قوانین به اصطلاح فیفا دخالت بکنن، در اداره فوتبال مملکت دخالت بکنن. یک اینکه خب اینکه بخوان بست بدن موضوع رو اگر تخلفی صورت گرفته باشد که ما رو اون هم بحث داریم به مراجع قضایی خارج از فدراسیون فوتبال، خود این نقض قوانین فیفا هستش مشخصا و به صراحتا در بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا مصوبه 2016 اشاره شده و تصریح شده که مراجعه به دادگاه‌های عمومی ممنوعه و در ادامه حتی در جمله بعدی تأکید میکنه که حتی برای هر گونه اقدام موقت در صورت بروز تخلفاتی ناشی از فوتبال باز هم مراجعه به دادگاه‌های عمومی و قوه قضاییه و ارکان حکومت ممنوعه. همچنین در بند 15 اساسنامه فدراسیون‌های عضو که به اومده به صراحت در 3 تیتر مقولاتوار عرض میکنم اشاره کرده، در بند الف بی‌طرفی فدراسیون‌های عضو فیفا در امور سیاسی و مذهبی، بند ب منع کلیه اشکال تبعیض و همچنین بند جیم مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت از سوی ارکان حکومتی. شوربختانه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش عربستان سعودی تمام این قوانین رو نقض کردن و این منافات داره با اون چه که اساسنامه. بله، چرا کار داخلی و بین المللی برای وادار کردن عربستان برای پایان دادن به اقدام های فراقانون و ضد شیعه وجود داره؟ در مورد بحث راهکارهایی که غیرقانونی انجام شده در مورد مسائل مربوط به فوتبال، مشخصا عزیزانی که در باشگاه صفا هستن و همچنین هوادارانشون و همچنین رسانه هایی که آگاهی بخش هستن و روشنگر هستن میتونن به فدراسیون فوتبال جهانی فیفا عرضم حضورت که ایمیل بزنن و این موضوع رو گزارش بکنن و به اطلاع اونها برسونن و طبیعتا فیفا نسبت به نقض حقوق بشر در این مسائل سکوت نخواهد کرد. در مورد آزار و اذیت شیعیان هم خب این مسئله هستش که آل سعود سالها ده ها ساله که داره انجام میده در مورد شیعیان در همه امور مختلف، نه فقط فوتبال و ورزش. و عرضم بزرگ این هم با اون روح رپورمیز و اصلاحاتی که جناب آقای بن سلمان چند سال پیش گرفته در تضاد هستش و متناقض هست. چهره چریح آل سعود رو میتونه اقاب اصلاحات بر بیاندازه و روشن بکنه برای جامعه جهانی. بله، آیا این گونه اقدام های عربستان سعودی بر تصمیم فیفا نسبت به عدم صلاحیت میزبانی در جام جهانی 2034 تأثیر گذاره؟ صد البته که همینطوره و حتی میتونه پیامدهای بدتری هم برای عربستان سعودی داشته باشه، مثل منحل شدن و به اصطلاح تعلیق شدن فدراسیون فوتبال و همچنین وزارت ورزش عربستان از مسابقات بین المللی. نه تنها میزبانی های بین المللی ازشون میگیرن، حتی تیم های ملی اونها میتونه تعلیق بشه و میتونه پیامدهای بدی داشته باشه. ضمن اینکه از اونجایی که خب فوتبال ورزشی هستش که توجه های جهانی و رسانه های جمعی رو به خودش تخصیص داده در اکثر نقاط دنیا، میتونه اون ذات به نوعی ترکوب گرایانه آل سعود رو هم برای مردم در همه دنیا هویدا بکنه. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. ارسلان اشرفی، روزنامه‌نگار ورزشی از تهران همراه ما بودند.